اسرائیل قاسب قادر نخواهد بود این جنایت ها را این گونه که در منطقه داره پیاده میکنه پیاده بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب حضرت امام به یاد شهیدان من و با سلام و صلوات به روح مطهر بنیانگذار و تبریک آغاز هفته دفاع مقدس به رهبر دوراندیش و مردم شریف، هفته ای که یادآور جانفشانی شهیدان بزرگ و گمنامی است که خون پاکشان را برای بقای انقلاب اسلامی در جای جای این سرزمین فدای ملت عزیز و سرفرازی کشورمون کردند. درود می‌فرستیم. امروز هفته دفاع مقدس به اضافه هفته وحدت است. الگویی که توانست در هفته وحدت با وحدت نیروهای نظامی، مردمی و همه مردم عزیز کشورمان دست به دست هم دادیم تا تجاوز ناجوانمردانه‌ای که توسط کشورهای استعمارگر برای نابودی انقلاب ما طراحی شده بود به ناامیدی تبدیل کنند. 8 سال دفاع مقدس بزرگترین فداکاری‌ها را در سرتاسر کشور ایران، دشمن رو امیدش رو به ناامیدی تبدیل کرد. ارتش و نیروهای مسلح به گفته مولای متقیان حضرت علی علیه السلام حصون رعیان، زینت ولاتن، باعث عزت سرزمینند و باعث امنیت کشور عزیز ایران بزرگ هستند. نماد وحدت و انسجام و حضور مردم و نیروهای مسلح زمینی، هوایی، دریایی، سپاه قدرتمند و همه کسانی که می توانستند از این کشور دفاع کنند به میدان آمدند و اجازه ندادند برای اولین بار یک وجب از خاک این کشور به دست دشمن بیفتد. تمام دنیا تلاش کردند تا بیایند و نگذارند ایران بتواند انقلابش رو ادامه بده، ولی حضور مردم و نیروهای رزمنده و ارتش قهرمان و سپاه مقتدر باعث شد که آنها نتوانند حتی یک وجب از این خاک را بگیرند. امروز ایران ما قدرت دفاعیش، توان بازدارندگیش آنچنان رشد کرده که هیچ اهریمنی جسارت این که تفکر این که بخواهد به خاک عزیز ما تجاوز کند در ذهنش هم نمیتونه تصورش رو ایجاد بکنه. این عزت و سربلندی به برکت رزمندگان ما و به برکت دانشمندان و نخبگان ما که توانست قدرت دفاعی و نظامی و بازدارندگی کشور ما را در جایگاهی قرار بده که هیچ نیازی تا جایی که لازم باشه به دشمنان نداریم که ما را مسلح بکنند تا بتونیم از خاکمون دفاع کنیم. من امروز قدردان تمام رزمندگان، فرماندهان، نیروهای مسلح در اقصی نقاط کشور هستم و این عزیزان هستند که باعث امنیت و سربلندی و عزت ایران عزیزمان شدند. اگر این عزیزان نبودند امروز ایران ما امن نبود. امروز کشور ما نمیتوانستن مردم در آرامش زندگی کنند. حضور فرماندهان، نظامیان، ارتشیان، دریاداران، هواداران، کسانی که قدرت ما را در هوا و زمین و دریا میتونن با عزت و سربلندی حفظ بکنند برای کشور عزیز ما باعث عزت و افتخار است.
ما به وجود این عزیزان افتخار میکنیم. اینها زینت کشور ما هستند. امروز ما میتوانیم به دنیا با قدرت اعلام بکنیم که قادریم علاوه بر این که از کشور خود دفاع کنیم، با وحدت و انسجام با کشورهای اسلامی و با دست دادن و همراهی کردن با این عزیزان منطقه خود را در صلح و امنیت و آرامش نگه داریم و بتوانیم عزت و سربلندی را در جامعه اسلامی به رخ دیگران بکشیم و اسرائیل قاصب را، اسرائیل خونخوار را، اسرائیل نسل کش را، اسرائیلی که به زن و بچه و مرد و پیر و جوان رحم نمی کنه، با وحدت و انسجام به جای خود بنشانیم. اگر ما وحدت داشته باشیم، اگر دست به دست هم بدیم، اسرائیل قاصب قادر نخواهد بود این جنایت ها را اینگونه که در منطقه داره پیاده می کنه پیاده بکنه. من به وجود شما عزیزان افتخار می کنم. رهبر عزیز انقلاب با تدبیرهای داهیانه و نگرش عمیق باعث و بانی یه چنین عزت و سربلندی است و ما به وجود این رهبر عزیز افتخار میکنیم و تلاش خواهیم کرد قدرت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی را با تقویت و پشتیبانی از شما عزیزان همچنان حفظ کنیم. از خداوند بزرگ برای همه شما عزت و سربلندی آرزومندم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دلاور مردان هوافضای سپاه پاسداران کابوس آمریکا و اسرائیل هم پشت سر فرمانده سرافراز حاج محمد پاکبور برای اطلاع نام میهن عزیزمان برای سرافرازی سرزمین عشق دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام مبدع و سرچشمه علم و دانش و تقوا. هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت هرگز شکست نخواهد خورد. راکت انداز فجر 5 از مقابل دیدگان شما عبور می کند. هیچ ملتی بدون مجاهدت به عزت و تعالی دست نخواهد یافت. هموطنان گرامی، سروران عزیز و ارجمند، راکت انداز فجر 3 از مقابل دیدگان شما عبور می کند. بینندگان عزیز، رژه دلاور مردان دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران را در خلیج فارس مشاهده می‌فرمایید. راکت انداز 40 لول از مقابل همه با همه خود شرح متقنی بر حقانیت این ماجرا دارد. حماسی ترین موج دریا و رود به دریا دلان می‌فرستد درود. وسعت کدامین دریا در قلب شما تکاوران جان برکف نشسته است که انسان پرخروش و سرخنند هستید. امروز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعزام 99 ناوگروه ما میتوانیم به دنیا با قدرت اعلام بکنیم که قادریم علاوه بر این که از کشور خود دفاع کنیم، با وحدت و انسجام با کشورهای اسلامی و با دست دادن و همراهی کردن با این عزیزان منطقه خود را در صلح و امنیت و آرامش نگه داریم و بتوانیم عزت و سربلندی را در جامعه اسلامی به رخ دیگران بکشیم و اسرائیل قاصب را، اسرائیل خونخوار را، اسرائیل نسل کش را، اسرائیلی که به زن و بچه و مرد و پیر و جوان رحم نمی کنه، با وحدت و انسجام به جای خود بنشانیم.